شایعات و حقایق درباره مجریهای تلویزیون همواره مورد توجه اکثر مردم بوده و این بار حقایق جالبی درباره مریم خرمی افشا گردیده است. حقایق عجیب درباره شوهرش، عاشق شدن وی بالای عابد و مشکلاتی که بین این دو تازه به وجود آمده از جمله موضوعاتی است که این روزها مورد توجه بسیاری قرار گرفته. و همچنان آیا می دانستید که سن مریم 36 سال است و شایعاتی درباره رفتن وی از طلوع به گوش می رسد؟ برای دانستن حقایق جالب و مخفی زندگی مریم خرمی تا پایان ویدیو ما را همراه باشید و فراموش نکنید که نظریات نیکتان را با ما در کامنت شریک ساخته و چینل ما را سابسکرایب کنید. سلام دوستان و بیننده های گرامی، امید است جور و صحتمند باشید. خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای جالب چینل ما. مریم خرمی در سال 1363 هجری شمسی در شهر کابل چشم به جهان گشود. او کودک 2 ساله بود که با والدینش به کشور ایران مهاجر شدند و 13 سال را در آنجا سپری کردند. ولی بانو خرمی هنوز مکتب را به پایان نرسانیده بود که دوباره به وطن بازگشتند. مریم خرمی 2 برادر دارد که هر دویشان کوچکتر از مریم هستند. مریم علاقه شدید به موسیقی دارد و هنرمند مورد علاقهش کامران هومن و از آوازخوانهای افغانی عاشق صدای فرهاد دریا می باشد. همچنان او به زبانهای انگلیسی، فارسی، پشتو و اردو بلدیت کامل دارد. بانو خرمی تحصیلات عالیش را در رشته ژورنالیسم در دانشگاه مشعل به پایان رسانیده است. مریم علاوه بر کار کردن در تلویزیون های یک و خورشید از سال 2016 در تلویزیون طلوع شروع به فعالیت نموده است. مریم خرمی بانوی خوش چهره و با استعداد است که خیلی زود در تلویزیون طلوع به شهرت و محبوبیت رسید و در دل هزاران افغان جا گرفت. بانو خرمی بسیار خوش برخورد است و با هر کسی شناخته یا ناشناخته اگر هم صحبت شود بسیار صمیمی برخورد می کند. این موضوع گاهی برایش بسیار دردسرهای بزرگی ساخته و خیلی ها از برخورد صمیمانه وی برداشت سوء کردند. زمانی که مریم خرمی وارد تلویزیون طلوع شد، خیلی از کارمندان با برخورد صمیمی وی فکر کردند که به آنها دل بسته است و یا می خواهد با آنها رابطه داشته باشد. بنابراین آنها هم حرکات و رفتارهای تحریک‌آمیز از خود به نمایش می گذاشتند. که این موضوع باعث رنجش مریم خرمی می شد، چون مریم ذاتاً خوش برخورد بود و منظور در دل نداشت. برای بقیه این رفتار وی سوی تفاهم شده بود. البته شایعاتی هم است که مریم با این رفتارها می خواست خاطره های بیشتری را جذب کند و کارمندان مرد را به نحوی در شرایطی قرار دهد که از مریم با جان و دل حمایت کنند. تا در تلویزیون طلوع ماندگار شده و او را از وظیفه‌اش بیرون نکنند. مریم می‌خواست از همین تلویزیون شوهر انتخاب کند و همیشه همکارانش را تحت نظر داشت. سرانجام او در موبی گروپ شخص رویاهایش را یافت و عشق و محبت نسبت به او در وجود خود احساس کرد. بانو خرمی اولین بار با عابد خرمی در موبی گروپ آشنا شد و سپس از چندین مدت رابطه عاشقانه بالاخره هر دو با هم ازدواج کردند. عابد خرمی شخص موفق است که سالهاست در رسانه های کشور ایفای وظیفه می کند. وی در شهر کابل چشم به جهان گشوده و سند لسانسش را از دانشگاه کاردان در رشته BBA اخذ نموده است. هرچند شروع زندگی این زوج زیبا خیلی شیرین و عاشقانه بود، ولی با به دنیا آمدن عیسی پسرشان شیرین تر شد. و آنها بسیار یک زندگی خوب و خوش داشتند تا روزهای تجلیل چند سالگی ازدواجشان. اما در این اواخر زندگی این زوج موفق بنابر دلایل مختلف کمی کسل کننده و بی‌رونق شده است. از آنجایی که مریم خرمی مجری بامداد خوش است، باید صبح وقت به استودیو برود برای ثبت برنامه و
شبها هم دیرتر برگردد. این کار باعث شده مسئولیت نگهداری طفل و خانه‌داری بیشتر به عابد بماند. هرچند عابد در ظاهر گفته است در خانه‌داری مشکل ندارد، ولی وی بیشتر از این که مریم وقت زیادی مشغول کار است به نحوی در استودیو با همکارش خوش می‌گذراند و توجه به شوهر و طفلش نمی‌کند، ناراحت و ناراضی است. از سوی دیگر شایعات بسیار بد و فسادهای غیر اخلاقی که در این چند مدت از پشت پرده تلویزیون ها پخش گردیده است عابد را ناراحت ساخته، زیرا وی نمی خواهد این شایعات و موضوعات غیر اخلاقی روز به مریم ربط داده شود و دامنگیر وی نیز گردد، و در این اواخر اعتماد عابد نیز کمی از مریم کاسته شده است، چون مریم پیش از ازدواج با عابد و همه همکاران رسانه ها خیلی رابطه باز و بیباکانه داشت که این رویه وی پس از ازدواج هم تغییر نکرده و هنوز هم با همکاران طلوع خیلی رفتار باز می نماید. همکاران عابد که با وی در موبی گروپ همکار بودند با وی گفتند که متوجه خانم خود باشد، چون در پشت برنامه های طلوع بعضی کارمندان و مسئولین تلویزیون از هیچ عملی دریغ نمی کنند. عابد که تا کنون با اعتبار کامل بالای مریم زندگی نموده، نمی خواهد این اعتبار و زندگی عاشقانه از بین برود، لذا هیچ وقت با مریم مستقیم در این مورد حرف نزده است، بلکه بارها برنامه بامداد خوش را بهانه کرده و از وی خواسته است تا طلوع را ترک کند. این ممانعت بعد از به دنیا آمدن طفلشان بیشتر شده است. در این مدت عابد بارها از مریم خواسته تا برنامه را رها کند و بیشتر وقت را با هم بگذرانند و مسئولیت نگهداری طفلش را نیز خودش به عهده بگیرد، اما مریم چندان توجه به حرفهای او نکرده است و مدام در تلاش است که وظیفه مورد علاقه‌اش را رها نکند، چون امروزه او این بست را با آسانی به دست نیاورده است. این ممانعت بنو خرمی را بین دو راهی قرار داده است، یک طرف شریک زندگی و فرزندش عیسی، اما در طرف دیگر شهرت و محبوبیتش که حاصل تلاش و زحمات شبانه روزی اوست، ولی تا کنون دقیق معلوم نیست که مریم خرمی به خواست شوهرش تلویزیون را ترک می کند یا خیر. خوب دوستان عزیز، این بود حاشیه های زندگی کاری و زندگی شخصی مریم خرمی که تقدیمتان شد. ما منتظر نظریات شما در قسمت کامنت هستیم. شاد و موفق باشید.